نه تنها مسلمانان در کشور هند حقوقشان از سوی دولت و حکومت هندوستان پایمال شده بلکه پیروان اهل بیت اسمت و تعالی علیهم السلام نیز از دستیابی به بسیاری از حقوق خود محروم هستند در این میان هر از چنگاهی و به خصوص پیش از برگزاری انتخابات ها در هند مقام های مختلف سیاسی و حزبی در این کشور به دیدار چهره شیعی آمده و تلاش می کنند با دادن وعده و وعید دل آنها را به دست آورده و رأی شیعیان را به نفع خود به دست آورند همکارم علی اکبری گزارش می دهد برجش پاتک وزیر قانون ایالت اوتر پرادش در کشور هندوستان و از سیاست مداران سرشناس در سطح ملی هند به دیدار حجت الاسلام سید سیف عباس نقوی نماینده مرجعیت شیعه آیت الله حاج سید صادق حسینی شیرازی دامزلو در شهر لکهنو رفت حزب آقای پاتک پنج سال پیش قبل از برگزاری انتخابات آن زمان وعده هایی به شیعیان داده بود اما مانند دیگر احزاب به هیچ یک از وعده های خود عمل نکرد اما این بار باز هم برای جمع رای رأی به دیدار بزرگان شیعه و از جمله نماینده مرجعیت شیعه آمد در این دیدار طرفین در مورد مسائل مرتبط به مسلمانان و به خصوص شیعیان هند با یکدیگر به گفتگو و تبادل نظر پرداختن حجت الاسلام نقوی در این دیدار در خصوص قوانینی که اقلیتها را تحت فشار قرار می دهد سخنانی را بیان کرده و گفت قوانینی که در هند تصویب می شود باید تمام ملل و اقوام را در نظر بگیرد تا مردم بتوانند به صورت مسالمت و میز در کنار یکدیگر زندگی کنند لذا اگر قانونی پیروان قوم یا دین و یا مذهب خاصی را تحت فشار قرار دهد قطعا به صلاح کشور نخواهد بود نمانده مرجعیت شیه در این دیدار خطاب به وزیر قانون ایالت اوتر پرادش گفت شما پنج سال پیش هم اینجا آمدید و وعده هایی دادید اما عمل نکردید چگونه انتظار دارید شیعیان مجددا به شما اعتماد کنند شما اخیرا در تصویب قانونی علیه مسلمانان سهین بودید این اظهارات حجت الاسلام نقوی در حالی مطرح شد که تصویب قانون ضد اسلامی در هند به دلایل نامعلومی متوقف شد اما کارشناسان معتقدند علت توقف روند تصویب آن نزدیک بودن زمان انتخابات است و پس از انتخابات مجددا فعال خواهد شد آقای پاتک در این دیدار پس از شنیدن اظهارات نماینده آیت الله العظما شیرازی زلو گفت در حق مسلمانان و شیعیان کوتاهی صورت گرفته و قول داد در صورت انتخاب مجدد در دفاع از حقوق آنان گام بردارد